در کمپرسور های اسکرو دو مدل از بیرینگ ها بسیار پرکاربرد هست. در این فیلم میخوایم در مورد این دو مدل بیرینگ صحبت بکنیم. اولین مدل بیرینگی که تو کمپرسور های اسکرو استفاده میشه و کاربرد زیادی داره رولر بیرینگ هستش. یک رولر بیرینگ رو باز میکنیم تا ببینیم ساختارش به چه صورتی هست و در کجای کمپرسور نصب میشه و چه کاری رو انجام میده. این رولر بیرینگ اسکایف همونطوری که میبینید در داخلش ساچمه ها به صورت بشکه‌ای قرار داره و کنس داخلی بسیار پهن هست. از این مدل بیرینگ استفاده میشه برای اینکه نیروهای شعاعی رو تحمل کنه. این یک روتور مادگی هست. روتور نری در کنار این روتور قرار میگیره و روتور مادگی رو میچرخونه. میتونید تصور کنید زمانی که این دو روتور با هم دیگه در حال گردیدن هستن چه نیروهایی میتونه اعمال بشه. ما یک نیروی محوری داریم و یک نیروی شعاعی. پس نیروی شعاعی و محوری بایستی دمپ بشه. دمپ شدن این دو نیرو توسط دو مدل بیرینگ انجام میشه. اولیش رولر بیرینگ هستش. در رولر بیرینگ ها نیرو میتونه به صورت شعاعی وارد بشه و بیرینگ به صورت شعاعی نیرو رو تحمل کنه. ساختار این بیرینگ هم به صورتی هست که تحمل نیروی شعاعی رو داره و تحمل نیروی محوری رو در راستای روتور نداره. پس این بیرینگ در دو سر روتورهای نری و مادگی نصب میشه تا نیروهای شعاعی رو بتونه تحمل بکنه. برای مثال این روتور مادگی رو که داریم میبینیم یک بیرینگ اینجا و یک بیرینگ اینجا نصب میشه. این بیرینگ از نوع رولر بیرینگ هستش. رولر بیرینگ میتونه نیروهای شعاعی رو تحمل کنه. اما ما حجم بالایی از نیرومون نیروهای محوری هست. این نیروهای محوری در راستای روتورهای نری و مادگی اعمال میشه. وقتی که گاز از ابتدای روتور تا انتهای روتور کمپرس میشه و قصد داره از دیسچارج پورت خارج بشه، پس بنابراین نیروی بسیار زیادی رو به این سمت وارد میشه بر روی این روتورها. خب این نیروها بایستی دمپ بشن، توانایی تحمل این نیروها وجود داشته باشه. این نیروها توسط این مدل از بیرینگ ها تحمل میشه. این مدل از بیرینگ ها انگولار کانتکت بال بیرینگ هستش که تحمل نیرو رو در راست محوری داره. با هم دیگه ساختار این مدل از بیرینگ رو میبینیم، ببینیم به صورت چه صورتی هستش داخلش و چه جوری نیرو رو دمپ میکنه. یک انگولار کانتکت بال بیرینگ رو با هم دیگه باز میکنیم تا اجزای داخلیش رو ببینیم. اولین قطعه اوتر ریس هستش. در بین اوتر ریس و اینر ریس ما قفسه ساچمه های بول بیرینگ رو داریم. پس این بیرینگ شامل سه قسمت اصلی هستش. زمانی که این بیرینگ رو به صورت کلی سوار میکنیم، همونطور که میبینید در این قسمت اوتر ریس دارای زاویه هست و ساچمه ها هم به صورت زاویه دار قرار دارن و این دو قطعه به صورت زاویه دار در هم قرار می گیرن. همینطور اینر ریس، اینر ریس هم به صورت زاویه دار قرار می گیره. وقتی که این بیرینگ سوار میشه میتونیم ببینیم که به چه ساختاری در میادش. این بیرینگ تحمل نیرو تنها در یک جهت رو داره و در این جهت توانایی تحمل نیرو رو نداره که متاسفانه بعضی وقتا مشاهده میشه که تو جهت نصب بول بیرینگ ها اشتباه صورت میگیره. وقتی که ما این بیرینگ ها رو در انتهای شفت روتور نصب میکنیم، برای مثال این روتور مادگی
در این قسمت نصب میشه بر روی شافت، این روتور تحمل دمپ نیرو رو در یک جهت داره. برای مثال شرکت بیتزر از دو بیرینگ استفاده میکنه که پشت سر همدیگه قرار میگیره، اما خب شرکت های دیگه بر اساس نوع طراحی و نوع ساخت از چند بیرینگ استفاده میکنن که تعدادشون بیشتر از دو هستش و میتونن نیروها رو هم در این راستا و هم در راستای عکس اون تحمل بکنن. در هنگام مونتاژ کمپرسور اسکرو بسیار مهم هستش که به این جهت ها دقت بشه و به جهت درست بیرینگ ها مونتاژ بشن. توی فیلم‌های بعدی روش مونتاژ کمپرسورهای اسکرو رو هم در موردش صحبت می‌کنیم و آموزش می‌دیم. یک نکته بسیار مهم در انگلر کانتاکت بال بیرینگ ها میزان لقی خود این بیرینگ هستش، زاویه‌ای که ساچمه ها بر روی اینر و اودر ریس قرار میگیرن بسیار متفاوت هست. این زاویه 25 درجه، 40 درجه، 30 درجه در طراحی مختلف شرکت های مختلف با زاویه های مختلف ساخته میشه. یکی دیگه مشکلاتی که بسیار مشاهده میشه این هستش که خود انگولار کانتکت بال بیرینگ هم به درستی انتخاب نمیشه. این درست انتخاب نشدن و زاویه اشتباه نشیمنگاه ساچمه ها میتونه باعث بشه که این بیرینگ نتونه اون لقی مناسب رو تعمیم بکنه و کمپرسور خیلی زود در زمانه بسیار کوتاه دچار خرابی بشه. پس هنگام انتخاب بیرینگ ها بایستی حتما دقت بکنید به پارت نامبر های شرکت سازنده که اشتباهی صورت نگیره و این بیرینگ ها رو به صورت درست تهیه بشه و نصب بشه.